با سلام و درود. مایل هستم در این ویدیو با شما عزیزان در ارتباط با پدیده‌ای با عنوان تمثال پرستی صحبت بکنم. چرا میگیم تمثال پرستی؟ وقتی که به صفحات اینستاگرامی در شبکه دراویش گنابادی مراجعه میکنیم، صفحات بسیاری رو میبینیم که با اعضای بسیار بالا در واقع فالوور کسب کردن و به محتوای این صفحات وقتی مراجعه میشه دیده میشه که در واقع این صفحات از محتوای آموزشی مکتبی و تعالیم برگرفته از آموزه‌های اقطاب بزرگوار این سلسله خالی هستش و فقط اقدام به انتشار تمثال‌هایی از اقطاب و یا مشایخ و مرزونین سلسله کرده و به همین دلیل بخش اعظمی از جامعه فقری به دلیل علاقه‌ای که به بزرگان خودشون دارن عضو این صفحات شدن و با لایک انداختن زیر تمثال اقطاب سلسله علاقه خودشون رو نشون میدن. اما خطر از جایی احساس میشد و میشه که این صفحات در بزنگاه‌های تاریخی مانند واقعه گلستان هفتم، موضوع حصر حضرت آقای مجذوب علی شاه، فضای سانسور و بایکوتی که بر روی ایشون وجود داشت، واقعی که بر برادر شهیدمون سردار محمد راجی گذشت و شکنجه ایشون در بازداشتگاه شاهپور که منجر به شهادتشون شد، همچنین بررسی ناعادلانه پرونده درویش شهید محمد یاور سلاس که منجر به بدار آویختنش و شهادتش شد و همچنین مواردی نظیر شکنجه و قتل بهنام محجوبی و محمد پور یوسفی رو در این سالها شاهد بودیم، میدیدیم که این صفحات مواضعی اتخاذ میکنن که همسو با نمایندگان خمسه و آقایان رضا و رحمت الله تابنده هستش و حتی در بیانیه ای که این افراد برای همدیگه صادر میکردن از اتخاذ مواضع در ضد خواهران و برادران ما که برای دفاع از حق در گلستان هفتم حاضر شده بودند براعجویی میکردن و از همدیگه تقدیر و تشکر میکردن به دلیل مواضعی که در انکار حصر اتخاذ میکردن. حالا چرا تمثال پرستی میتونه یک پدیده خطرناک باشه؟ از اینجایی که هر زمان این شاهد این موضوع در واقع براعجویی این افراد از سوی افراد نشاندار در سلسله مانند آقای رضا تابنده بودیم، میدیدیم که به هر حال جامعه فقری به اقدام ایشون واکنش نشون میداد، فعالان حقوق دراویش بسیار ناخرسند میشدند و این از این فرد بازخواست میکردن به خاطر مواضعی که علیه خواهران و برادران ایمانی و حضرت آقای مجذوب علی شاه اتخاذ میشه و دروغهایی که در ارتباط با دولت سرای ایشون و وضعیت سلامت ایشون گفته میشد، وقتی که افراد معترض میشدن، فقرا معترض میشدن، به یک باره میدیدیم که بعد از اون پست موضع‌گیری آقای رضای تابنده تمثالی از پدر یا پدر بزرگ یا اقطاب سلسله جلیله نعمت اللهی گنابادی رو منتشر میکردن تا به این ترتیب با تهییج و تحریک احساسات فقرا برای خودشون اعتباری کسب کنن. حالا موضوعی که مطرح هستش این هستش که اگر ایشون به صرف روابط خانوادگی این حق رو برای خودشون مسلم میدونن که با پدرشون، با پدر بزرگشون، با اجدادشون عکس یادگاری رو منتشر بکنن، چرا از انتشار این عکس‌ها در صفحه خصوصی خودشون استفاده نمی‌کنن؟ یعنی این حق رو دارن که به عنوان یه فردی که پدری داره، پدر بزرگی داره، جدی داره، از این تمثال‌ها در صفحه خانوادگیش استفاده بکنه و نه در مواقعی که باید نسبت به مواضع خودش پاسخگو باشه بیاد از این به عنوان ابزاری برای تحریک و تهییج احساسات دراویشی که عاشق پیر و مراد خودشون هستن استفاده بکنه. به همین دلیل میتونم بگم که موضوع تمثال پرستی میتونه یک پدیده خطرناک باشه و به کرات شاهد هستیم که صفحات بسیار کثیرالانتشاری هستن که اقدام به انتشار تمثال اقطاب و مشایخ و مرزونین میکنن و فقرای بسیاری عضو این صفحات میشن. این باعث بالا رفتن و باد کردن فالوورهای این صفحه ها میشه و در حساس ترین مواقع و در بزنگاه های تاریخی این صفحات به عنوان ابزار و آلت دستی از روی نهادهای اطلاعاتی امنیتی قرار میگیرن تا حقوق دراویش و پیروان راستین مکتب انسانساز تصوف و عرفان رو تضییع بکنن. مایل بودم در این ویدیو در ارتباط با این پدیده با شما عزیزان صحبت بکنم.